در سال 2018 همزمان با سالگرد انقلاب 57، 15 تن از چهره‌های مطرح سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران با ابراز ناامیدی در اصلاح نظام حاکم، خواستار رفراندوم عادلانه تعیین نظام شدند. چهره‌های سرشناسی مانند نسرین ستوده، شیرین عبادی، نرگس محمدی، جعفر پناهی، حسن شریعت‌مداری و محسن مخملباف. نه تنها این رفراندوم هیچگاه برگزار نشد، بلکه درخواست کنندگان یا زندانی شدند یا به تبعید اجباری رفتند. امسال اما چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای که به اصلاح نظام امیدی ندارند، دست به ایجاد رفراندوم مجازی زدند. رفراندوم مجازی که نتیجه آن علت نپذیرفتن رفراندوم میدانی توسط نظام را آشکار می‌کند. آیا شما با برگزاری رفراندوم تعیین نظام موافقید؟